بسم الله الرحمن الرحیم. من با بخش وورد سایز ام اس وورد اول معرفی ام اس وورد میکنیم، در چی استفاده میشه، چی کارهایی میکنیم سرش. بعد از اون میریم به خود مینوهای ام اس وورد که وورد چی مینوها داره، کدام کارها را میکنه. اولین چی است میگه خود آفیس پکیج یک دفعه باید تعریف کنیم، به خاطر که ما حال تمام پروگرام های ام اس آفیس هم میخوانیم. سایز که ام اس آفیس چی است، بعد از اون باز میریم سر ام اس وورد. MS از کلمه مایکروسافت گرفته شده. از کلمه چی گرفته شده؟ مایکروسافت. مایکروسافت یک کمپانی بزرگ است که در بخش سافت ویر ها، دیولپ سافت ویر ها چی میکنه؟ کار میکنه. صحیح است. خب MS Office یعنی برنامه های مایکروسافت که مربوط به چی میشه؟ آفیس یا دفتر. پس این برنامه هایی را که حالا میخوانیم کلش مربوط دفتر است، کلش در دفترها چی میشه؟ استفاده میشه. صحیح است. خیلی نجام گفته Where's MS Office؟ Office is a collection of many programs. Office که است یک مجموعه چندین پروگرام است که در دفاتر چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا کدام پروگرام ها؟ اگزمپلش مثل Word است، Excel است، PowerPoint است، Access است، Outlook است یا برنامه های دیگه که داریم. صحیح است. پس این تمام پروگرام ها مربوط به چی میشه؟ مربوط به آفیس پکیج میشه. سعی کنیم آفیس پکیج ورژن ها داره. صحیح است. ورژن های آفیس یا ام اس آفیس به دو بخش تقسیم شده. یکی را ورژن های استاندارد میگه، یکی را ورژن های چی میگه؟ نان استاندارد، یعنی غیر استاندارد. اگه کسی گفت که ورژن استاندارد با غیر استاندارد چی فرق داره، فرقش این است در ورژن استاندارد بسیار تفاوت بزرگ آمده، مگم در ورژن های غیر استاندارد یا نان استاندارد بسیار تفاوت های جزئی جزئی آمده که هیچ در نظر گرفته نمیشه. خیلی بیاد شد یعنی ورژن های را من برتون که میگم این ورژن های استاندارد است. وقتی که آفیس 2000 آمد بسیار یک آفیس فوق العاده خوبش بود، باز پس از او 2003 استاندارد شد. چرا؟ 2001 و 2002 آمدن مگم بسیار با تغییرات جزئی آمدن که از او تغییرات دیگه هیچ صرف نظر آب میشد تقریبا. صحیح است. وزیر میگه ورژن های نان استاندارد 2001 و 2002 را، مگم خود 2000 را باز با ورژن چی میگه؟ استاندارد. باز پس از او 2003 آمد استاندارد. پس از 2003 2004 و 2005 و 2006 آمدن مگم هیچ تغییرات زیافه نداشت، از او خاطر به نام ورژن های غیر استاندارد میگه. در بیرون بازار هم که برین 2003 را پیدا کرده میتونید، 2004 را پیدا کرده نمیتونید در بازار. 2005 صحیح است که از خود سایت آفیس نه چی مایکروسافت نگیرید. صحیح است. از او خاطر بسیار جزئیات چی آمده کمی دایش آمده. بعد از آفیس 2007 استاندارد که آمد 2010 بود که بسیار با تغییرات فوق العاده زیاد آمد، مگم پس از او 2008 و 2009 و 2001 و 2012 آمدن مگم با تغییرات بسیار جزئی که به نام نان استاندارد میگه. باز که ما یک چند وقت پیش بسیار چند وقت پیش که آمد آفیس 2013 آمد، خب 2014 و 15 آمدن. صحیح است. مگم استاندارد نبودن. حال ما که میخوانیم آفیس چند است؟ 2016 ای آفیس استاندارد است که ما میخوانیم. مگم حال بیاد داشته باشین آفیس های دیگه هم آمده، آفیس 2019 آمده و آفیس 2000 چند هم آمده؟ 21 هم آمده. صحیح است. مگم بازم یا با همه قدر تغییرات ندارم، مگم نان استاندارد هایش باز بیخی تفاوتش نداره تقریبا. صحیح است. دیگه از او خاطر آفیس ورژن هایش به دو بخش تقسیم شده، یکی ورژن هایی که بسیار تغییرات فوق العاده زیاد آمده استاندارد، و یکی تغییرات بسیار جزئی که آمده که از او صرف نظر میشه به نام نان استاندارد. حالی بیایم بخش مهم ما چی است؟ What is word؟ word چی است؟ صحیح است که ما میخوانیم بیاد داشته باشن. میگه از دمین بر آفیس MS Office یک بخش یا یک عضو از MS Office است، بخش پروگرام های آفیس است. Which is used for documentation، که بخاطر چی؟ اسناد سازی استفاده میشه. وقتی شما کتاب، مجله، اخبار یعنی اسناد میسازید، صحیح است. از چی استفاده میکنین؟ از word استفاده میکنین. اینجا هم گفتم میگه Word is a powerful word processing application. Word که است یک پروگرامی بسیار قوی است که کلش سر کلمات کار میکنه، سر جمله ها کار میکنه، یعنی کلش سر نوشتن است. صحیح است. That allow user to create، که اجازه میده کسایی را که create کنه یا با وجود بیاره چی را؟ Text documentation. صحیح است. اسناد متنی را. صحیح است که اسنادی که توسط چی باشه؟ متن جاده. مثل چی؟ مثل تیبل ها، جدول ها. صحیح است. مثل گرافیک، عکس ها، مجله ها. صحیح است. مثل آبجکت های از دیگه پروگرام ها،
مثلا ما انشالله اینجا میخوانیم از جدول هایی که ما اینجا استفاده هم کنیم، یکی خود ورد داره جدول ها، یکی را میدانیم از خود آفیس چی و اکسل بیاریم. صحیح است، دا ورد از اکسل استفاده کنیم، از او خاطر او را باز به نام آبجکت یاد میکنه. آبجکت هر چیزی که مربوط به یک چیز دیگه باشه در اینجا بیاریم. صحیح است، او را به نام چی یاد میکنیم؟ آبجکت. پس از اکسل، از پاورپوینت، از تمام چیزا میتونیم اینجا آبجکت بیاریم. صحیح است، نمونه ها بیاریم، پس از او خاطر به نام چی یاد میشه؟ به نام آبجکت ها یاد میشه. گپ مهم، کدام فعالیت ها را در زندگی روزمره ما ورد انجام میده؟ به خاطر چی استفاده میشه می وردی که ما زیافت چی میکنیم؟ ایجا کار آلم میکنیم. به یاد داشته این چیزایی را که من برتون به خاطر ازی کریتینگ ریپورت، به خاطر تهیه ریپورت ها. مثلا در یک دفتر هستن، میگه برین تمام ریپورت ها برای ما جور کنین، این چیز آمد، این چیز رفت، تو شد، تو نشد. پس تمام ریپورت ها توسط چی جور میشه؟ توسط ورد جور میشه. دیگه چی از creating tables، تمام جدول ها میتونیم سر چی جور کنیم؟ سر word جور کنیم. دیگه creating CV که بسیار بخش مهم از cover letter یا CV که برش میگیم. صحیح است، بخاطر که یک وظیفه را میگیرین، شما او خلاصه جزیات تمام چیزایی را که انجام دادین او را نوشته میکنین، او را به نام چی یاد میکنه؟ CV یاد میکنه. پس میتونین CV ها را در چی نوشته کنین؟ در word نوشته کنین. دیگه چی از creating newspaper، اخبار، مجله، میتونه ای رو هم توسط ورد چی کنیم؟ جور کنیم. صحیح است، بسیار فوق العاده خوب جور میشه، باز بخش بندی میشه. صحیح است، او رو میخونیم. دیگه creating a simple design، یک دیزاین ساده، به یاد داشته باشین دیزاینی که مثل فتوشاپ میشه در اینجا کرده نمیتونین، مثل میتونین یک دیزاین بسیار ساده را انجام بدین توسط شیپ ها و چیزهایی که ما داریم، مگم دیزاین مثل فتوشاپ رو انجام داده نمیتونین. دیگه creating notes، نوت ها را میتونیم به وجود بیارین، یک یادداشت. صحیح است، یادداشت ها چیزایی را که مثلا از یادتان میره میخواین یادداشت کنین، اون را میتونین در ورد چی کنین؟ نوشته کنین. خیب یاد داشته باشین، میگه جنرالی به صورت عموم وی یوز ام اس ورد ان آفیس اور آفیس آفرز، یعنی به یاد داشته ما ورد فقط به در دفتر استفاده میکنیم به خاطر ضروریات یا آفرهای دفتر. صحیح است، پس بسیار پروگرام مهم است، از او خاطر باید یاد داشته باشین که ورد به خاطر بسیار کارها استفاده میشه. این اگه یاد نداشته باشین در دفتر دیگه تقریبا کار کرده نمیتون. حالا میایم سر names of MS، names for MS Word، به خاطر ورد کدام نام ها را یاد میکنه؟ صحیح است، یک به یاد داشته خود به نام ورد هم یاد میکنه، همین ساده ترین نامش چی است؟ ورد. یک کم ذره که باز بره باز برش میگه MS Word، MS Word ای به نام نام دیگه ورد است. صحیح است، یک نام دیگهش که بسیار دیگه مثل گفت گرفته تشریح کرده به نام مایکروسافت ورد یاد میکنه. صحیح است، و آخرین بخشش چی است؟ ورد پروسسور، یعنی پروسس کننده کلمات. صحیح است که کلمات بر شما چی میکنه؟ پروسس. یک چیز باید داشته باشین به نام دیفاین نیمز. دیفاین نیمز چی را میگه؟ نام های را میگه که سیستم کامپیوتر او را میشناسه، یعنی نام هایی که شما در رن نوشته میکنین و رن او را میشناسه براتون عملی میکنه، اونو نام ها را به نام دیفاین ورد میگه. صحیح است، مثلا من که رن باز کنم ورد به نام چی میشناسه؟ ورد در کامپیوتر در رن به نام ورد نمیشناسه، به نام ون ورد میشناسه. به نام چی؟ ون ورد. وقتی که شما ون ورد را نوشته کنین، اوکی کنین، پروگرام ورد براتون چی میکنه؟ باز میکنه. صحیح است، پس این کلمه ون ورد به نام دیفاین ورد است، یعنی کلمه که در خود سیستم کامپیوتر چی است؟ ریزرف است به خاطر ورد. صحیح است، یا مثلا به خاطر پنت چی استفاده میشه؟ ام اس پنت، پنت نمیشناسه خودش، که ام اس پنت نوشته کنی باز میشناسه، باز برتون چی میکنه؟ باز میکنه. خیر به یاد داشته باشین کدام کلماتی که سیستم میشناسه او را به نام دیفاین نیم یا نام های معرفی شده یاد میکنه. صحیح است، که در ران کامپیوتر چی میشه؟ اجرا میشه. خب چطور ورد باز کنیم؟ دیگه این طریقه است که مثل ورد پد و نوت پد زیاد خواندیم. اول در سارت منوال پروگرامی مربوط به ویندوز 7 میشه، بازم مایکروسافت آفیس میرین، در آفیس چی را باز میکنین؟ ورد باز میکنین. صحیح است، پس میرین در اینجا، حالا اینجا بیاد داشته این ویندوز چند است؟ ویندوز 10 است. در اینجا نیست که شما آفیس پکیج میتونین خود مایکروسافت آفیس را پیدا کنین. خب این فولدرش است، صحیح، از استفاده میکنیم. شما میتونید خود فقط ورد همیجا نوشته کنید، خود ورد 2016 و نبرتان چی میشه؟ بیاید
یا در رن چی نوشته کنین؟ when word. همیاره برتان گفتم در رن چی نوشته میکنین؟ when word. همه که با اوکی کنین خود برنامه ورد برتان چی میکنه؟ باز دیگه طریقی است در تول بار در آدرس بار چی را نوشته کنین؟ when word. آدرس بار خواهی انشاءالا دیگه میشنه در تول بار آدرس با وجود برین در اینجا نوشته کنین چی؟ when word. اوکی کنین برنامه ورد چی میشه؟ باز میشه. یکی دیگه چی است که در برای چی مشخص کنین؟ شارتکت کی؟ شارتکت کی را مثل که به خاطر چی نوشته که به خاطر پینت و چیزا معرفی کردیم. خب بیره گفتم که لوکیشن را اینجا باز میکنیم، او باز به خاطر ویندوز 7 است، اوجه تیار است، سیست لوکیشن که شکی باز کنیم اینه برنامه هایی که در آفیس است کلش جمعیه. با سرش رایت کلیک میکنیم میریم در پراپرتیز، در پراپرتیز جا میبینیم شارتکت کی؟ حالا نه است، میتونیم کنترل آلت دبلیو سایز این را بخاطر چی هم نوشته کرده بودیم؟ وردپد. از اون خاطر که چی میشه؟ کامپلکس میشه، مغلق میشه. باز شما برین کنترل آلت چی را نوشته کنین؟ مثلا MS M کنترل آلت چی میه؟ کنترل آلت MS. خب یک چیز M را نوشته کنین سایز. خب این شارتکت کی معرفی شد. آله ما که بیخی در صفحه باشم فقط کنترل آلت ایم بگیرم برنامه ورد برای ما چی میشه؟ باز میشه. پس این بسیار طریقه سادش است که شما میتونین بازش کنید. ام اس ورد از چی ساخته شده؟ کدام بخش ها داره؟ خب امی آله ما هم در ام اس ورد هستیم، امی نوت ما هم در ام اس ورد نوشته شده. آله برتون میگم MS Word یکی تایتل بار داره. تایتل بار از اینی کنج شروع تا اینی جا به نام چی یاد میشه؟ تایتل بار. خب تایتل بار خب کم نیست، بسیار بزرگ است. خب در تایتل بار چی است؟ اول باید داشتیم پروگرام مارک داشت می باشه، یعنی هر پروگرام را که کار میکنین یک دانه چی داره؟ یک دانه نشانی داره سعیز. او را به نام چی یاد میکنه؟ پروگرام مارک. در ویندوز در آفیس 2000 چند بود؟ 2013 مگم در ایجا او پروگرام مارک چی کده؟ او سو کده سعیز. از او خاطر در ایجا نیست. باز ایجا نوشته می بود W W خو معلوم داره است به نام چی یاد میشد. دیگه چی داره؟ Quick Access Toolbar، یعنی Toolbar یا جای وسایل بسیار سریع که باش با دسترسی پیدا میگه. این جای را میبینین Undo، Redo، سایز یا مثلا Save، این تمامشون بنام چی یاد میشه؟ Quick Access Toolbar که اینی بتنش است. میتونین دگام اضافه کنین، میتونین ببینین که بالا باشه پایین باشه سایز، بلو در ریبون باشه مثلا about در ریبون باشه، این را میتونین در اینجا چی کنین؟ مثلا Quick Print اضافه کنین، مثلا Draw Table تچ ماوس مود سایز مور کامندز، یعنی دیگه کامند های را میتونید اینجا چی کنین؟ اضافه کنین. بازی دیگه میایم سر چی؟ سر آپشن، بخش آپشن دار. خب دیگه چی دارم؟ پس از او دمی خود تایتل بار خود تایتل داره. چی دارم؟ خود کرنت فایل نیم داره. مثلا این نیم ببینین به نام چی ما ذخیره کردیم؟ مایکروسافت آفیس ورد سایز نامش است. و دیگه چی داره؟ کرنت پروگرام نیم داره. سایز در کدام پروگرام نوشته کردین؟ سعی کنین پس از نامش اینجا پروگرامش میاد ورد سایز. و پس از او چی داره؟ بعد از او هلپ داره سایز. هلپ باز اینجا نیست، اینجا باز به نام تیلمی استفاده شده. وقت اینجا هلپ بود سایز در چی؟ ورد 2013. بعد از او چی داره؟ ریبون داره. ریبون بتون، ریبون بتون اینی بتون میگه این میتونه این ریبونه که پایین است براتون چی کنه؟ هاید کنه سایز. میتونه ای ریبون براتون چی کنه؟ فقط تب هایش نشان بتاینه، دیگر ریبون نیست. یا هم میتونه تمام تب کتی کمند ها براتون چی بتا نشان بتا سایز. و دیگه چی داریم؟ دیگه به نام کنترل بتن که ما قبلا گفتیم مینیمایز میکنه، ریستور داون میکنه، کلاز میکنه سایز. ایره به نام کنترل بتن یا کپشن بتن یاد میکنه. دیگه چی داریم؟ دیگه به نام تب لیست داریم. تب لیست اینی جای را میگه لیست از تب ها. تاب و مینو را فرق شبرتون گفته بودم. اگه ای را بزنین در پایین لیست تغییر کنه اینی جای، ای را بنام تاب یاد میکنه. مگم اگه بزنین یک لیست جدید آمد ای را بنام مینو یاد میکنه سعیز. پس فایل مینوز و دیگه ها اینی انزرت و دیزاین و رفرنسی بنام تاب یاد میشه. خب در تاب ها چی داریم؟ اول فایل مینو داریم خلاص سعیز. بعد از او تاب ها داریم. در تب ها باید داشته باشین ریبون داریم. چی داریم؟ ریبون. اینی از اینجا ساحه را گرفته تا اینجا این تمامش به نام چی یاد میکنه؟ ریبون. هر ریبون در خوب در خودش چی داره؟ گروپ داره. این را میبینن تیبل آف کانتنس یک بخش است، فوت نورز دیگه بخش است،
کپشن با بیبلوگرافی دیگه بخش است، کپشن دیگه بخش است، ایندکس دیگه. ای هر کدام بخش به نام چی یاد میکنه؟ گروپ یاد میکنه، صحیح است. و دیگه در گروپ ها باز چی داریم؟ کمند داریم. کمند چی معنا؟ یعنی یک وسیله که سر از او کار اجرا میشه، یک آپشنی که سر از او یک کار را ما چی میکنیم؟ اجرا میکنیم. مثلا ده هم بیاین اینی بولد میبینین، ما کیره اوکی کنم، ای برای ما کار سنگین بودن یا هیوی تر بودن یک بچی را، یک کلمه را برای ما اجرا میکنم، پس ای را به نام کمند یاد میکنم، صحیح است. پس در هر گروپ ما چندین کمند داریم. یک چیز باید داشته باشین به نام هاتکی. هاتکی کلمه است که اگر که چی ماوس تان کار نکنه، بدون ماوس هم شما میتونید به جایهای مختلف توسط از او برین. هاتکی که در خود پروگرام ورد استفاده میشه آلت است. وقتی که آلت بزنید سعی کنید سر هر چیز یک عدد یک چیز میاد در بالا ببینید، صحیح است. مثلا اگر به مینو فایل میرین شما اف میزنید، باز در فایل سعی کنید هر کدامش یک سرش یک حرف است. مثلا میخواین سیوش کنین اس بزنید، یعنی سیو، صحیح است. یا مثلا میخواین آلتا، میخواین در چی برین، در دیزاین برین، در انزل برین، در هر جایی که میرین شما دیگه سر کلمات رفته میتونین، صحیح است. پس این طریقه هاتکیش است. هاتکی باز به خاطر سیو و چیزا زیاد استفاده میشه، صحیح است. یا کلاس کردن پروگرام، مثلا یکی از طریقه های کلاس که پروگرامه که من براتون گفتم آلت اف و چی بود سی، امیسی را که بزنید سعی کنید سر کلاس آمده یا نه، سی سر چی آمده؟ کلاس. که امیسی را بزنید پروگرام براتون چی میکنه؟ بستم، صحیح است. پس این طریقه های هاتکی است. و بخش دیگه به نام مورس آف کماند است. سعی کنید کماند ها را میال براتون گفتم که کماند ها جای ها یا آپشن های است که یک عمل براتون چی میکنه؟ اجرا میکنه. کماند ها در آچی در ورد به چند نو هستند؟ به سه نو هستند. یکی را به نام گرافیک مود میگه، کمند هایی که به شکل چی هستن؟ گرافیک. گرافیک چی معنا؟ که یک عکس یک نمونه کتش داره، سعی کنین کالر یک نمونه داره، ها مثلا چی امی چی هایلایتر یک چی داره؟ نمونه داره. یا مثلا دیگه جا بیاین سعی کنین استوری یک نمونه یا آیکن داره، پیکچر یک آیکن داره، تیبل یک آیکن داره. این را به نام گرافیک مود میگه که راستا سر آیکن شما چشمتون بخوره میفهمین که آیکن از چی است، چی کار میکنه. یک بخش به نام تکست مود میگه. تکست مود باز جایی را میگه که در اوجه براتون نوشته میکنه. سعی کنه نیجا ببینن کتیبی نوشته کده که بولد میکنه، نوشته نکده. مگم ایجا اگه ببینن سعی کنن کتی هر کدامش نوشته کده، بیفور، لاین نمبر، بریک، سعی سی را به نام چی یاد میکنه؟ تکست مود. یعنی بازشون تکست مود هم داره، یعنی برش نوشته شده هم. و یکی دیگه که چیزی که مهمه داره به نام تول تیپ است. تول تیپ یعنی امو جای نمایش معلومات، صحیح است. او چی وقت نمایش داده میشه؟ وقتی که شما سر یک کمند یک دو لحظه صبر کنین، سعی کنین پایینش یک معلومات اضافی براتون میده، صحیح. سر مسیج اینی مسیج میبینین بولد کنترل بی میک یور تکست بولد، یعنی براتون معلومات میده که یک تکست تون چی میکنه؟ بولد میکنه یا متکلانش میکنه، صحیح است. یا سر از این استاد شون چی میگنه؟ تکست افکت اند تایپوگرافی سام چی اد سام فلر تو یور تکست بای اپلاینگ ا تکست افکت. تکست افکت ها رو برش چی میکنه؟ عملی میکنه به خاطر متنتون، یعنی یک دیزاین مقبول برش چی میکنه؟ میده. پس این به نام چی یاد میکنه؟ تول تیپ یاد میکنه. و یک بخش دیگه به نام لانچ بتون یا لینک بتون داریم که بسیار مهم است. سعی کنین در گروپ فونت تقریبا که حساب کنین یک 12 آپشن چی کمند شاید باشه، یا 12 نه تقریبا 18 15، صحیح است. خب این خوب کم است، باز اینی را میبینین اینی جایه، صحیح است. اینی که کلیک کنین یک مینوی کلان براتون میاد، اینی کلیک به نام لانچ بتون یاد میکنه، صحیح است. که برای شما آپشن های بیشتر معرفی میکنه، صحیح است. باز اینجا میبینن باز کسایی را که ورد برشان میخونه از این اج برشان تیر میشه، به خاطر که آپشن ها بسیار زیاد است. در بعضی کورس ها اگر ببینن اینی را هیچ برشان ذکر نمیکنه، مگم تمام آپشن ده ایج است، صحیح است. این اگر یاد نمیدون داشته باشین دیگه میفهمین که سر کلشون نمیفهمین، صحیح است. باز اینی لنج بتون ها بسیار مهم است، به خاطر که کارهای فوق العاده خوب براتون میکنه، صحیح است. اینا که ببینن صحیح است تمامشون چی است؟ لنج بتون است. و دیگه چی داره؟ وردتون رولر داره. رولر چند نو است؟ دو نو، ورتیکال و چی هوریزونتال، عمودی و چی افقی. آن کدام خط کش میبینن؟ نه، به خاطر که ما در ویف چیش کردیم؟ گمش کردیم. اینجا که کلیک کنن این خطکش افقی است، صحیح است. و این خطکش چی است؟ عمودی.
باز میتونیم بیاریم میتونیم ایست کنیم. دیگه چی داره؟ ورد پیج داکومنت، امی صفحه که ما داشت چی میکنیم؟ نوشته میکنیم، ایره به نام چی یاد میکنه؟ ورد پیج داکومنت، یا خود داکومنت هم برش میگه. و دیگه چی داریم؟ شارتکت مینو، ای بسیار جای مهم است. شارتکت مینو چی را میگه؟ وقتی که من در می صفحه ورد در جای خالی یک راست کلیک کنم، کدام کلیک؟ راست، اینی را میبینین؟ اینی مینو هاست. این مینو را به نام شارتکت مینو میگه، یعنی مینو های از تمام مینو ها و ضروریات و آپشن های ضروریش آمده در یک جای، صحیح است؟ پس به خاطر حضور نامش چی میشه؟ شارتکت مینو. و یکی به نام چی داره؟ مینی تول بار. تول بار خو اینی جاست، جای وسایل و از چه کمند ها. باز وقتی که شما یک چیز را مثلا کلیک میکنین یا مود میکنین، اینی بسیار کوچک یک دانه آپشن ها میآید، صحیح است؟ اینی آپشن های کوچک به نام مینی تول بار میگه که راستن میتونین بولد کنین، ایتالیک کنین، رنگش تغییر بدین، یعنی بدون از اینکه اوجه برین، صحیح است؟ این را به نام چی یاد میکنم؟ مینی تول بار. و دیگه چی داریم؟ سکرول بار. سکرول بار خو میفهمین که یک صفحه بالا و چی میبره؟ پایین. حال خو فقط به شکل چی است؟ عمودی است، ورتیکال است. میتونید سفر کلان کنین، افقی هم چی میشه؟ با وجود میه، صحیح است؟ پس یام طریقه سکرول بار. و دیگه چی داریم؟ استیتوس بار. استیتوس بار جایی که امی حالت امی ورد داکومنت تانو برتون چی میکنه؟ نشان میده. اینی پایین میبینین از اینجا تا اینجا، ایره به نام چی یاد میکنه؟ استیتوس بار. مثلا برتون میگه که صفحه 3 است، از چند صفحه است؟ 14. 14 صفحه دارین، صفحه چند شما داشت هستین؟ 3. یا میگه چند کلمه را نوشته کردین؟ 3551 کلمه را نوشته کردین. آله در خب ما کدومش نوشته کردین؟ اینجا تمام کلماتتون میگه چند است؟ 3551. و بعد از او اینی بخش گرامرش است، در یک جای اگه غلطی داشته باشه میبینین سرش چی میکشه؟ اکس، میگه غلطی داره، صحیح است؟ پس او را که بزنین برتون میگه when word، بخاطر که کمپیوتر when word نمیشناسه، خود word برنامه word یک word میشناسه، when word کمپیوتر میشناسه در run، مگه word نمیشناسه، در دکشنریش نیست. با شما میتونه اگنورش کنه، آن صحیح است؟ ام اس پنت تو نمیشناسه، پنت میشناسه، صحیح است؟ باز میتونه ایران چی کنین؟ اگنور کنین. ورد اینی رقمی ورد نمیشناسه، لحاظ گرامری صحیح نیست، صحیح است؟ باز میتونه ایرام چی کنین؟ اگنور کن، صحیح است؟ پس این تمام کارهایی است که ما میتونیم سرش چی کنیم؟ اضافه کنیم. پس این بخش گرامرش است. و دیگه این بخش زبانش است. سر کدام زبان نوشته شده؟ انگلیش، یونایتد استیت. میتونه زبانه که وقتی تغییر میتیم، صحیح سوال سعی کنیم من زبانه چی دادم؟ تغییر دادم. اینجا حالا من چی را نوشته میکنم مثلا؟ خب خب من اینجا چی میکنم؟ سر زبان دیگه نوشته میکنم. فکر کنین من سر پشتو دیز نشده چطور؟ خب زبان از ما چی نشده؟ ما میرم با کنترل پنل زبان چطور اضافه میکنم؟ لنگویج. و بعد از او اد لنگویج کدام زبانه؟ دریره. دریره برش چی میکنم؟ اد میکنم. آن زبان ما چی شد؟ پس سالی جمعیم ما کم شفت آلت میزنم، آل زبان تغییر کرد یا نه؟ آل ایجا سعی کنیم بنام انگلیش چی آمد؟ داری، صحیح است؟ یعنی شما سر کدام زبان نوشته میکنین؟ سر داری. پس این طریقه های است که شما میتونین، ای جای های است که شما باید یاد داشته باشین. آخری بخشش چی است؟ پیج ویو است. پیج ویو چی معنا؟ دیدن صفحه، امی صفحه را چی تو ببینین، اینی بخش میبینین، این سه دانه جایی که داره، این را به نام پیج ویو میگن. اینی اولش رید مود است. رید مود چی کار میکنه؟ صفحه را کلان میکنه، تغییرات آورده نمیتونه، بخاطر فقط چی است؟ خواندن است، صحیح است؟ دیگه به نام پرینت لی اوت است که صفحه عادی است، میتونین تغییرات اون بیارین، هر کاری کنین. و یکی به نام وب لی اوت است، اگه ایره در اینترنت پارتین چه تو معلوم میشه، ایره که در اینترنت پارتین این رقمی معلوم میشه، صحیح است؟ پس این به نام وب لی اوت است. ما که کار میکنیم سر چی؟ سر پرینت لی اوت یا لی اوت عادی. این باز خود میفهمین زوم است، زوم از زوم این و چی میکنه؟ زوم اوت میکنه، هر چقدر که دلتون خواسته. خب این بخش چی بود؟ ورد بود، این کارهایی بود، صحیح است که میتونین در ورد این بخش هایی است که دارین، این عکسش است.
کویک اکسس تول بار است، تایتل بار است، تیل می، تیل می را خود می فهمیم که به نام هیل فایل یاد میشه. صحیح است. ریبون داریم اینی باش، به نام گروپ داریم، تاب ها داریم اینی هم و چیزا و فایل مینو داریم و پس از چی داریم لانچ بتون یا دایلوگ باکس لانچر داریم، دیگه چی داریم ویو تول بار داریم، زوم داریم و استیتیوز بار داریم. این بخش است که تمام برنامه ورد از چی شده ساخته شده. نیجه مشکل سوال نداره. حالا اولین بخش که اینجا معرفی میکنیم کدام مینو است؟ فایل مینو. فایل مینو چیزایی که براتون قبلا ذکر کردیم او را ذکر نمیکنیم. صحیح است. فقط آپشن هایی که جدیدا حضور را زیافت تشریح میکنیم. فایل مینو که برین اولین بخشش انفو است. انفو یک بخش بسیار مهم است. امیر فقط میخوانیم. صحیح است. باز ویدیو را بس میکنم به خاطر که اینجا بخش بسیار مهم است. اولین بخشش به نام چی است؟ به نام پروتکت داکومنت. پروتکت داکومنت چی معنا؟ یعنی شما اسنادتان را محافظت میکنید. خب چطور محافظت میکنیم؟ توسط سکیوریتی یا امنیت. صحیح است. با یاد داشته باشین امنیت در برنامه ورد به چندین نوع تقسیم شده. یکی را امنیت ضعیف میگه، یکی را امنیت قوی میگه. صحیح است. حالا ببینیم کدام امنیت ها داره. یکی را داریم به نام مارکاس فاینال. مارکاس فاینال چی کار میکنه؟ میگه let readers know the document is final and make it read only. یک داکومنت به شکل read only میسازه براتون. صحیح است که شما دیگه تغییرات آورده نمیتونی. سعی کنیم میره بزنم. اوکی. اوکی. read only شد. صحیح است. حالا بیاین بر داکومنتتون. سعی کنید. مر چیزی که نوشته میکنه و حق دارم. ندارم من هر چیز نوشته میکنم با ایجا برای میگه you can make this change because the selection is locked. قفل شده. مگم ای یک سیکیورتی بسیار ضعیف است. چرا؟ در اینی بالا میبینین edit anyway، یعنی تغییر بیار به هر حال که هست. امیره که بزنین پس دیگه حالت چی میشه؟ آدیال میتونه پس تغییرات داشت چی کنم؟ بیار. صحیح است. پس یک سیکیورتی بسیار چی است؟ ضعیف است. صحیح است. خب ما چی کار میکنم؟ میریم به بخش دیگه. Encrypt with password. ای سیکیورتی چی است؟ یکم ذره قوی است. که برش چی میتیم؟ پاسورد میتیم. صحیح است. خب اینجا که بیایم میگه برو پاسورد برش میتیم. مثلا من حرف ای را برش میتیم. حرف چی را؟ ای را. اوکی. باز میگم پاسورد که دادی باز بده. صحیح است که یک دفعه قبولش کنم. باز حرف ای را میتیم. اوکی. این پاسورد را گرفت. حالا که پیش برم میتونم تغییرات بیارم. این همیال سعی کنم. تغییرات آورد و میانه. خب این تابال قفل نشده است. شما یک دفعه ایره چی میکنین؟ بسته میکنین. صحیح سیو شام میکنین، بسته میکنین، بازش میکنین. کدام بود؟ اینه. حالا که بازش میکنین تا که برش پسورد نتین هیچ امکان نداره براتون باز شو. صحیح است. پس از این خاطر یک سیکیورتی دیگه نسبتا خوب است. اگر کس پسورد یاد نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه ایره چی کنه؟ باز کنه. پس وقتی که من ای را تایپ کنم و اوکی بزنم آل میتونم در اینجا تغییرات بیارم. صحیح است. پس این طریقه پسورد دادنش است. میتونید پسورد را پس وسو کنید. چطور؟ پس همینجا میایین سر از همین چی میزنین؟ کلیک. یعنی ای را میبینید که من نوشته کرده بودم، ای را چی میکنین؟ پاک میکنین، اوکی میکنین. پسوردش چی میشه؟ گم میشه. صحیح است. یک سکیورتی باز در بخش سیو از میخوانیم. کیو باز بسیار فوق العاده خوبیش است. صحیح است. کیو دیگه فوق العاده باز امور ما کار میکنیم اگر شد. دیگه داریم restrict editing. چی میکنه؟ control the types of change other can make. ای چی کار میکنه؟ یک داکومنت تست، یک نوشته تست به یک اندیوال دادی. خب او خواهد من تغییرات میه یا که فکرش نمیشه یا باز زد خود تغییرات میه. ای را اگه فال داشته باشین باز هر چی تغییراتی که در اوجه میه شما در اینجا چی میکنین؟ میبینین که کدام تغییرات آورده. اصلا باید در این بخش اقدر مهم در اینجا نیست. باید فقط یک بخش باز فارمت و سلیکشن چیزا را باید باید داشته باشین. باز در اینجا به نام چی میخوانیم؟ ترک چینج. ای باید فال باشه. صحیح است. تا که ترک چینج فال نباشه هیچ امکان نداره ایره برتون چی کنه؟ پیدا کنه. صحیح است. باز انشالله ما ترک چینج که در مینوی ریویو بخوانیم صحیح است باز اوجه بسیار خوب میبینه که کدام تغییرات آمده، چی رقم تغییر. حتی میتونیم چی کنیم؟ کمپیر کنیم. فایل اصلی که خودت است، فایل کپی را برش دادی، او تغییرات آورده، میتونیم مقایسه کنیم. صحیح است که فایل اصلی که کدام تغییرات آورده. اگه تغییرات که آورده خوشتون آمد او را اکسپت میکنیم، که خوشمون آمد او را پس وسوش میکنیم. صحیح است. نه اما تو میشه بدون اینترنت. اینی کامپیوتر میبینیم مقایسه میکنیم. اینی رستریکتد ایتم است. صحیح است که باز کار میکنیم.
خب بخش دیگهش به نام چی است؟ به نام Restrict Access. ای در شبکه کار میکنه. وقتی که شما در یک شبکه یک فایل میندازین، باز برش چی میکنین؟ به مردم ها اجازه بعضی چیزا را میدین که چیزا را انجام بده، این چیزا را انجام نده. خب ایره ما براتون گفتم مثل اجازه چی؟ Edit, Copy, Print. سایز کدام اجازه را برش میدین کنه؟ حالا میبینه Connect to Rights Management System میگه به کدام Management System وصل نیستیم. سایز از او خاطری کار دیگه چی است؟ دیجیتال ساینیچر. یک امضای چی را برتون اضافه میکنه؟ دیجیتالی را برتون چی میکنه؟ اضافه میکنه. مگر شما باید سکنر یا یک چیز دیگه داشته باشید. صحیح است. حالا به خاطر از این به اینترنت میره. سکنر را دیدین بعض وقتا یک امضای تچ میکنه یا سکن میکنه. صحیح است. او را که داشته باشین به نام دیجیتال ساینیچر اضافه میشه. دیگه از چک فار اشیوز، یعنی برای شما چی میکنه؟ اینی مواد، اینی موارد براتون چی میکنه؟ تهیه میکنه. اولین بخشش چی است؟ انسپکت داکومنت. انسپکت داکومنت چی کار میکنه؟ میگه چک در داکومنت فار هایدن پراپرتیز اور پرسونال انفورمیشن. یعنی شما را آگاه میکنه که در این داکومنت وردتون چی هاید شده، چی گم شده. باز میتونه هاید کنیم. صحیح است. مثلا در بخش چی که باز بیایم، مثلا اینجا امش گرفتیم، ما در بخش چیش میایم، خب در اینجا نه، در لنج بتون چی فون میایم، اینجا به نام چی داریم؟ هایدن. اینا که سر شوکه کنن همین متن امتون چی میشه؟ گم میشه. خب ولی چطور پیدایش کنیم؟ اونو بخشی است برایتون چی میکنه؟ هایدن پراپرتی ها رو چی میکنه؟ به وجود میاره. صحیح است که هایدن پراپرتی چی رو کجا است؟ در کجا ذکر شده؟ خب انسپکتش میکنیم، میگه کدام چیزا رو ببینم؟ داکومنت چی، کامنت ها رو ببینم، پراپرتی ش ببینم، چی چیزای ش ببینم؟ میگم کل ش ببین. صحیح سال ذکر میکنه. سعی کنین فقط براتون میگه the following document information was found. Document properties also. اینجا no items were found. خب اینجاست. Header, footer, اینه. Hidden files. Hidden text was found. صحیح است. یعنی تکستی که هاید شده پیدا شد. حالا میتونیم اون رو چی کنیم؟ ریمووال کنیم. یعنی چیزی که هاید شده کلش اوسک از بین میبره. من اینو ریمووش کردم. Respect. باز respectش میکنه. اونو بخش ام ما را مکمل چی کرد؟ گم کرد، از بین برد. باز اوجه هاید که شده باز اوجه باز می فاهم پس میاره میشه. صحیح است. خب اوجه یعنی ایجا فقط میتونه برتون بگویه که یک چیزی هاید شده یا هاید نشده. که هاید بود باز اوجه بخش داریم، پس هاید چی میکنیم؟ در بخش آپشن داریم. صحیح است. ایجا در بخش آپشن، در بخش دیسپلیش هاید ها را پس چی میکنیم؟ شو میکنیم، نشان میدیم. صحیح است که کدام چیزها هاید شده. صحیح است. اوجا فقط برتون نشان میده که چیزی هاید شده یا هاید نشده. بخش دیگه است چک اکسسیبیلیتیز. میگه چک در داکومنت فار کانتنت دات پیپل ویت دیسابیلیتی مایت فایند دیفیکالت تو رید. یعنی این بخشی است اگر یک کس ضعف داره، یک ضعیفی داره، مثلا از لحاظ چشم، یا بعضی کسا رو میبینین چشمشان که چی باشه، مثلا کور باشه، با سر دست خود یک خط میخونه، با فاصله های زیاد تو چی میکنه، یک کم ذره به عذاب میکنه، یا مثلا جمله که سمسه نوشته نباشه. پس تمام چیزایی که به خاطر نابینایان میگه دیج شما نوشته کردین که نمیتونه او را بخونه، او را برتون مکمل چی میکنه؟ دلیت میکنه یا چی میکنه؟ از بین میبره. مثلا دیج ما سعی کنیم ما یک چند تا فاصله را دیج مندازم، یا مثلا کارهای دیگه میکنم. صحیح سالی میایم سر چی؟ سر چک اکسسیبیلیتی. اول میگه missing all text. اینی اکس ها را میبینین، این را میگه نابینایان خوانده نمیتونه. این یک بخش. دیگه میگه در اینی داکومه، خب warning در اینجا چی میده؟ اینی کرکتر ها را میگه خوانده نمیتونه. سعی کنین فاصله را. صحیح است. باز میتونین ایره چی کنین؟ ایره برش بگویم که read more about. خب ای تمام چیزایی را که براتون نشانی کرده او را پس چی کنین؟ اصلاح کنین یا صحیح کنین. خب ایره ما بخاطر نابینایان جور نکنیم. صحیح است. ما خب میبینین. خب باز اگر میخواستین بر واجور جور کنین این فاصله ها را میبینین، ای تمامشان را چی میکنین؟ گم میکنین. صحیح است. تا که او خوب صحیح بخونه. عکس ها را هیچ وقت خوانده نمیتونه. صحیح است. پس این بخش است که شما چک میکنین یک داکومنتتون اگر به خاطر نابینایان ساخته باشین، براتون میگه که اینی چیزایی که است و میتونه مشکل پیدا کنه. با زور چی میکنین؟ رفع میکنین.
و دیگه چی است؟ چک کپابیلیتی، میگه چک فور فیچر نات سپورتد بای ارلیر ورژن اف ورد. هیچی کار میکنه، مثلا ورد برتون گفتم بسیار ورژن ها داره، سایس آفیس از 1997 گرفته شده تا 2021 آلی آمده. میگه اینی ورد که در 2016 آلی ما جور کردیم بیاد داشته باشن، یک چیزه که خوب شد بیادم آمد. وقتی که شما یک چیز در یک دونه ورژن آفیس جور کردین، کوشش نکنین در ورژن دیگه پرتین، به خاطر که میتونه نامنظم شدن و چیزا را برتون به وجود بیاره. صحیح هیچ خوب منظمش کردین، مگر وقتی که مطبع میرین چاپش میکنین در ورد، مثلا شما ورد 2016 است از ورد 2007 است که پارت چی میشه؟ عنوان بالا میره، یک چیز دیگه پایین میایه، یکی میچسبه، یعنی تو تغییرات زیاد داشت میایه که وقتی که چاپ میکنین دلتون از مو پرینتر بعد میشه. صحیح است؟ با شما کوشش کنین هر وقتی که یک چیز را چاپ میکنین با بخش پی دی اف تبدیلش کنین. با بخش چی تبدیلش کنین؟ پی دی اف. پی دی اف بخشی است که در هر کامپیوتر پرتین تغییرات داشت نمیایه. سایز چی رقمی که شما ذخیره کردین امو رقم چی میشه؟ در موج حق میشه دیگه، تغییرات آورده نمیتونه. اینجا چی کار میکنه؟ میگه چک کپابیلیتی، یک جای است که شما اجازه میتین که داکومنت دا در کدام ورد باز شوه، آیا در ورد 2007 باز شوه یا نه، در 2013 باز شوه یا نه، قبل از 2016 که آمده. سایز پس ایره که ما اوکی کنم، سعی کنن اینجا ورژن ها میه. میگه از 97 تا 2003 اجازه است که باز شوال اجازه داده دیگه، از ورد 2007 هم اجازه است، ورد 2000 چند هم اجازه است. ده. اگر شما میگه نه 97 تا 2003 را من نمیخوام، اجازهش چی کنن؟ بس کن. صحیح است؟ پس داکومنتتون هیچ وقت در ورد 97 تا 2003 باز نمیشه. صحیح است؟ پس جایی است که شما میتونید از اینی آفیس که شما دارین، از اینکه در قبل با آفیس ها اجازه بدین که در کدامش باز شوه، در کدامش باز نشه. صحیح است؟ و بخش دیگهش خوبی خلاص شد. بخش دیگهش منیج داکومنت، این بسیار جای مهم است. بعضی وقتا دیدین یک فایل شما نوشته میکنین نوشته میکنین نوشته میکنین، یک به یک کامپیوترتون بیتریش خراب است، برق میره، فایلتون مکمل چی میشه؟ از بین میره. این جای است که شما را از فایلتون یک یک کپی میگیره، دیگه چی میکنه؟ ذخیره میکنه. صحیح است؟ پس وقتی که شما یک فایل کامپیوترتون بیتریش خراب است یا یک به یک گل میشه، خب یک مشکل پیدا میکنه. صحیح است؟ ذخیره نکرده باشین، باز میتونید اینجا چی کنین؟ بیارین ریکاور اند سیو داکومنت، یعنی پس برای ما بیار داکومنت هایی که ما سیو نکردیم. پس اینجا که ببینین، حالا سعی کنین اینی داکومنت هایی است که ما تا بال سیو نکردیم، حالا براتون میگه بیارم بیارم این اینی که در روز ورد که خواندیم سعی رنگ و چیزایش که تغییر دادیم، باز ما سیوش نکردیم، این اومد. حالا برای میگه سیو است، آیا میخوای ذخیره کنی؟ باز اگه میخواستین ذخیره کنین، نمیخواستین ذخیره نکنین. صحیح است؟ پس این جایی است اگر کدام چیز چی شد ذخیره نکرده باشین، باز اینجا براتون چی میکنه؟ یک کپیش میگیره. خب یک چیز باید داشته باشین، باز در آپشن میخوانیم کمی چی در سیف اینی دقیقه ها بسیار باید کم باشه. حالا تا 10 دقیقه که در یک فایل کار کنیم یک کپی را میگیره، اگر 10 دقیقه پورا نشه کپی را نمیگیره. صحیح است؟ باز این را حد اقل 1 دقیقه کنیم، که در هر 1 دقیقه بر شما یک دانه چی بگیره؟ کپی بگیره، اتومات خودش میگیره. صحیح است؟ باز وقتی که برق میره اما تا 1 دقیقه اما موادتان چی میشه؟ ذخیره میشه. صحیح است؟ اگر 1 دقیقه باد کار کرده باشین 1 دقیقه پورا نشده و باز ذخیره نمیشه. بازی جمعی هاییم این را میخواریم. صحیح است که چطور میکارا چی میکنه این تمام بسیار آپشن های بسیار فوق العاده خوبش است، زیاد هم است. خب ایام بخش چی بود؟ بخش منیج. صحیح است که بسیار جای مهم است. یکی دارم پراپرتیز، مشخصات. مشخصات خب میفهم از فایلتان برات میگه سایزش چند است؟ 298 کی بی، یعنی به این بیم نرسیده. چند صفحه داریم؟ 14. چند کلمه داریم؟ 3552. توتال ادیتینگ تایم در چند دقیقه ادیت شده؟ 320 دقیقه. صحیح است؟ و دیگه تایتلش چی است؟ این اضافه نشده، میتونید اینجا نوشته کنین که به نام چی است تایتلش؟ ورد، ورد داکومنت. صحیح است؟ مثلا تگ، تگ ها را خود میفهمیم مثل فیسبوک چیزا هم که داره که کتی یک کسی دیگه موضوع را شریک میکنن. کومنت یک معلومات چی را برش میتن اضافی را، کی را بخاطر چی جور شده، کی استفاده کنه. صحیح است؟ دیگه related this last modified چی معنا؟ آخرین وقتی که چی شده تغییرات داشته آمده، کدام وقت بود؟ today امیاله. صحیح است؟ ساعت چند؟ 2:53. صحیح است که ما بازش کردم تغییرات داشته آوردم.
created در چی وقت ساخته شده، سعی کنن تاریخ 2024 5 20 ساخته شده، بسیار وقت ما ساخته میشه، در ساعت چند؟ 12 و 34. last printed، آیا قبلا پرینت شده؟ تا بال هیچ پرینت نشد. صحیح است. آتور نوشته کنندیش کی است؟ به نام ادمنستریتور. last modified آخرین بخش کی را تغییر داره؟ ویندوز یوزر. خب اینجا باز یوزرها را معرفی میکنیم. صحیح است. اینجا که بیایم در بخش جنرال اینجا میبینن یوزر نیم اینجا چی است؟ ویندوز یوزر. صحیح است. این را باز ما به نام خود معرفی میکنیم. بعض از این بر ما میگه که یه نفر تغییر آوردن. صحیح است. نام خودتان چی میشه؟ ذکر میشه. خب چی بود دیگه؟ دیگه related document if in file location. صحیح است. اگر جای امی فایلتون گم باشه در کجا است، اینه که بزنین برتون چی میگه پیدا میگه در دیس پی سی، در دسکتاپ، در فولدر یو ان اچ سی آر. صحیح است. پس اینو باشه شو all properties یا کم ذره زیادش میکنه مشخصات ایره بگیره. سعی کنن سابجکت داش اضافه شد، کاتگوری مثلا در کدام کاتگوری است، آفیس است. صحیح است. مثلا استیتیوس چی حالت داره اضافه شد، تمپلیتش چی است، نرمال است. صحیح است. کمپانی به خاطر کدام کمپانی ساختن. پس این موارد است که بیشتر هایپر لینک بیس کده کدام کس ارتباطش میتونه. صحیح است. این چیزایی است که میتونیم برشون اضافه کنیم. حتی میتونن اد ان آتور یک نویسنده دیگر هم سرش چی کنن اضافه کنن، مثلا کی؟ احمد. صحیح است. اینجا باز اضافه میکنن شون نیم زور نیم دا نیف داکومنت. خب کانتکت و چیزایش کجا ذخیره کرده باشن، باز اینجا میتونن چی کنن او را بیاره. باز نیف کانتکت انشالله این را خوب اقدر در ویندوز برتان خواندم. صحیح است. روز اول این را ذخیره میکنن. اینجا احمد باز چی میشه؟ تمام مشخصاتش بیاره. خب حالا نیست، سعی کنی این را که بزنم، نه مسیج داره، نه تلفن نمبر داره، نه چی داره، یا چی است ویدیو است، چی است، نه ایمیل داره، هیچ چیز نداره، کلش آفلاین است. صحیح است. از او خاطر تا که اضافه نکنین او نمی. و یکی داریم پراپرتیز، ادوانس پراپرتیز. ادوانس چی است؟ یعنی فوق العاده و پیشرفته. اول تایتل خود ما وقتم ذخیره کردم به نام ورد. سابجکت چی است؟ سابجکت چی نوشته کنیم؟ آفیس پکیج یا چیزی نوشته کنیم؟ Office package. آتور نویسندهش ادمنستراتور احمد است. نه ایره میتونه چی کنه؟ تغییر کنه. با نویسندهشون چی است؟ محمود است. منیجرش کیست؟ مدیرش علی. کمپانی UNHCR. کاتگوری در کدام بخش میه؟ در بخش مثلا آفیس دفتر. کیورد، کیورد همون کلماتی که سری پیدا میشه. صحیح است. کیوردش هم خود ورد است. صحیح است. برنامه ورد یا پروگرام یا ام اس هر چیزی که نوشته بید. کامنت هم میتونید نوشته کنید، میتونید لینک بدید. صحیح است. مثلا با یک ایمیل یا هر چیزی که اینجا نوشته میکنید. صحیح است. تمپلیت شال چی است؟ نرمال است. ایره تامنایل خوب برتون گفتم امروز روزی که در پروتوچی پنت کار میکرد موجا کار نمیکرد. تامنایل چی بود؟ حالا که من ایره ذخیره کنم، سعی کنین سیوش میکنم. این ذخیره شد. در کدام فولدر است؟ در UNHCR است. ایره ما یکم ذره ویوشون کلون کنم براتون. ان کدام یکی بود؟ اینی. حالا داخلش معلوم میشه؟ نمیشه. خیلی من چی میکنم؟ میخوایم داخلش هم چی باشه؟ معلوم باشه. پس در کجا میایم؟ در پراپرتیز میایم، در ادوانس. اینی را میبینیم، این کلیک میکنیم. سیف تمنای فار آل ورد داکومنت. سیز اوکی و بازش هم چی میکنم؟ سیف. حالا بیاین میبینین داخلش چی میشه؟ معلوم میشه. پس این برنامه تمنایل یاد میشه. صحیح است که داخلش رو ببینیم یا نبینیم. پس اگر میخواستین اوسوش کنن باز از اینجا کلیکش چی میکنین؟ اوسو. بخش دیگه چی است؟ خب جنرال خب گفتم معلوماتش است. بخش دیگه استاتستیک است یا کریت مودیفای و اکسس. صحیح است. پرینت شده، پرینت نشده، چی ریویژن نمبر و توتال ادیتینگ تایم. صحیح است. چند دقیقه ادیت شده، کی ساختش است. کانتنس تایتل چی است؟ ورد. صحیح است. را گفته کاستومی بسیار مهم است. یک فایل دادن برای یک کس تا که چک کنه یا هر چیزایی را که کنه بازوجه برشون باید اضافه کنین که توسط چیک چک شد. چک بای. خب بخاطر چک بای نیم ذخیره میکنیم. مثلا چک بای چی؟ احمد. کی چکش کرد؟ احمد. اد این اضافه شد. ای چک بای احمد. با کدام مشتری میتین؟ کلاینت. صحیح است. مشتری شما باید تکس باشه. مثلا با کی میتین؟ با محمود.
ان اضافه شد، کلاینت مام کی شد محمود. دیت کامپلیت چی وقت تکمیل شد؟ خب ایره باز تکس نگیرین، ایره باز چی میگیرین؟ دیت میگیرین. صحیح است. باز در تاریخ چند؟ مثلا دوی 2024 یا هر چند نوشته بکنه. صحیح است. در کدام تاریخ؟ ای باز چی است؟ دپارتمنت، با کدام دپارتمنت ساخته نشه. صحیح است. ای دیگه چی است؟ دستینیشن، با کجا روانش میکنن. ای چی است؟ دیسپوزیشن است، یعنی چی کی امی کار میکنه. دیویژن است، تقسیم بندیش از داکومنت نمبر چقدر هستی. صحیح است. ادیتور کی ساخته شد، ادیتش کده، فارورد تو با کی روان میکنین، گروپ و لنگویج با کدام زبان است. یعنی میتونین هر چیز دیگه در اینجا که از تلفن نمبرش ذکر کنی. خوبی را باز چی میگیرین؟ نمبر میگیرین. صحیح است. مثلا تلفن نمبر اما آدم چی است؟ 0780 5084 57. یعنی یک نمبر خودم به یادم است از دیگر نه. صحیح است. بازی را چی میکنین؟ اد. خیلی تمام مشخصاتش دیگه کی چکش کرد، صحیح است، صحیح نیست، با کی روان میکنین، با کدام مشتری، این بسیار معلومات بیشتر یا خوبتر است. صحیح است. حتی تلفن نمبر یا شخص و تمام چیزایش چی میکنه؟ استیتیوس حالتش چی میگیریم؟ بازی جا یس و نو میگیریم. حالتش چی رقم شد؟ صحیح است یا غلط؟ این داکومنت که نوشته شد اگه یس نوشته کنین ان سیریوس اوکیس مشکل نتا. صحیح است. پس این تمام چیزها است که شما میتونین در یک داکومنت تون چی کنین؟ نوشته کنین. صحیح است. مشکل ندارین تا اینجا هیچ کس. بخش انفو خلاص شد. نیو و اوپن و چیزها را قبلا نام خواندیم، یک مرور میکنیم پس. صحیح است. هیچ مشکل نیست. حالا میتونین کار کنین.